سبش داریم به خدمت شما شد که فیلم هایی که مشاهده میکنید توسط بچه های پولیس هم میان جمع بری شده این فیلم روی که ببینید فیلم تو پای سنسپاستیانه که بسه نه همه تو انداخت دهن بچه ها من انداختم حتی ما که یعنی هم زده بودم مصاحبه خودت بود همین رو داشتی میگفتی عجب آدم من اینجوری میگفتم همین جوری داشتی میگفتی تو پایی چند تا پاستیانی که پر من اینجوری هم زدم عجب آدم من که اینجوری هم زدم مصاحبه هم هستش دیگه مصاحبه هست هم آره اینجوری فیلمی تو میگیرم به نشون میدم پیازه هاش رو زیاد کردیم سیر و پیازه هم با هم آره این واقعا الان کاره خانم میرزادی یا آقای آقاییتیه واقعیتیه؟ به خاطر خیلی چیز آقایم خیلی مسئله دیگه اولین کارمون چی بود؟ لرد قناری بود شما هنوز گریمار نشده بودین درسته؟ آره دیگه تازه بعد الو الو من جوجو هم دیگه شده بودین در 73 حدودا مدرسه بود و دیگه نه تا فیلم رژیم طلایی که اینجوری باشه بزار تلفن حالا بکنم 466 33 62 این یه بسیم من با این یکی حالا این زعفرون رسته روشنه نه الان به ماجرای زعفرون نرسیدیم خب میخوا بگیریم نه 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 اون سکانس اصلا نه خب یه دونم برو در یخچال خب برو در سلام عزیزم سلام صبح چی کار داری میکنیم؟ دارم برای تحلیم درست میکنم تحلیم؟ خودت درست کردی؟ چهار سال پای گلزم از کجا میدونستی من حلیم عوض کردم؟ این شب سه بار تو خواب گفتی حلیم، حلیم، حلیم حلیم رو صدا میدیم نه اون دقیقی یه جدی باری گفتی چرا به زعفرون میده؟ اگه میموندن هفتمی یا شاید هم هشتمی بود این دفعه خدا به خاطری نشه به سلامت به دنیا بیاد اولی من بچه اولم که به دنیا اومد حالا تو رو داشتم شما منتظر نوتون هستین؟ نه قربان بچه خودمه دهمیه
بستن دومه. ببخشید. سلام علیکم. چی شده؟ چه اتفاقی افتاد دوباره؟ نوبت چن آروم باشید. اینجا بیمارستانه. بله، نوبت من چطوره؟ حالا چرا وایسادی؟ بفرمایید بشین. حالا؟ حالا. سلام سلام اوری رد کنیم موسیقی بشیم متوجه رو بعد رد اوری رد کنیم بابا عذیت نکن آقای عذیت درشتت که بسیت خیلی ناجم شد خب آخه زشت مسته هست بخود بیشتر معلوم میشه آدم مو داره کلام رد مو داره مو جایی مو داره رد شم اینجوری سی نوری رد سلام مادر جون خوبی شما؟ خیلی ممنون شما همیشه لطف داریم جانم بفرمه شما Can now be spoken. Heartache is just a token. صحبت کنیم من نوازم دفاع میکنم هفت دلوشو هشت قد بگذاریم من چی میتونم ادامه دارم؟ نه تو میینی؟ آره بگو خب بگوی من برعکس تو بایمیسم
سرد شد نه؟ از این راه حاله مسخره به من نشون نده. چون که تکرار همینه اصلا خیلی راه حاله مسخره یا خیلی راه حاله مسخره ایه. آره خیلی راه حاله مسخره. ببین تو ورزش میگم خیلی راه حاله مسخره ایه. بعد چون بلند میشه راه حاله خیلی مسخره. آره راه حاله خیلی مسخره. مدافع دونی بر شروع مرد تا راضی نماشه کسی نمیتونه فادرش. دوست میخوایی چند وقت ولش کنی بری کنه بابات؟ خیلی لیرو حل مزغره ایه. ولی من اگه گیری مردونا تو بیفتم وای نمیسم ولش میکنم برم. ولی من وای میسم از حقم دفاع میکنم. مثلا چیکار میکنی؟ دارم فکر میکنم. من بهت میگم ازش شکایت کن. شکایت کن که داره زن میگیره. خوب نیست؟ ببین سلماس خانم، به جای این راه حلای مسخره خوب چش و گوش تو وا کن. ببین آقا مهدی این پسره جو علا چه میکنم؟ آمار شما همین کات. چهار تا بستنی صداش میکنم یا از اینجا میگم؟ بستنی کنه همچه میگه دو تا کیک بزرگ. آقا چهار تا بستنی لطفا، دو تا تیکه کیک بزرگ، ده تا تیکه هم کیک بخوام. آره بعد شروع میکنی بخوردن. شما که همه چه خبری میشین؟ آقا بریم رو بزن بریم دارم. فقط خانم شمالی چیز کنیم؟ شما همه قصه یکی شما همه قصه یکی شما همه قصه یکی شما همه قصه یکی نگران نباش حریفم. آقا اون دیگه نمیگه به بحثن یه اینجا جاخته میگه نه هم معلوم هر دو چیزی ها اینجا دو تا جا اونه نه دو تا گرد بره آقا جون بره صدا شروع. عزیزم داره دست و پا میزنه. خانمی اگه بتونه 20 کیلو کم بکنه 3-4 میلیارد از مهریت پریده. نگران نباش. آقا ببخشید من 4 تا دیگه از این بستنی ها میخوام با 2 تا تیکه از این کیک های شکلاتی بزرگتون. چه خبر میخوای چیکار کنیم؟ شما فقط بشین تماشا کن. واسه سلامتی ضرر داره ها؟ واسه سلامتی که میگم ضرر داره. عوضشو داره. بفرماییم. من میخورم تو بزنو سریتر لطفم. آروم بخور. میخوام جاخشم. تو آروم بخور جاخ نشی. کار شروع به بستنی خوردن دیگه. نه نه آخرش. نه میگه الان این از اوله. نه این آخرش. از اوله. لاغر میکنی. لاغر میکنی. لاغر میکنی. آقا جا مزوری. یکشاقی بکنن. رفت. شروع. Thank you.
ببین این آقای احرمان یه دونه بوم بالا داره، یه دونه بوم پایین داره، برگردون یه عاشق این عاشق یه بوم هم از بالا میگیرن، یه بوم هم از پایین میگیرن، اگه کم بیاد یه دونه هم همجوری اونجا دستشون میگیرن. آقای احرمان چاره ای هم نداره، دنبال سیمرغ بلورین و این چیز هست. دوربین بعد شروع. میخوای یه چای بزن باش بخوری؟ بله. این دوباره اونجا؟ نه از شما دیگه از جو ایریکی بوده یا نمیشه؟ اینو شما زنگ بزن چه بوده؟ دوباره شما چند؟ الان اکران؟ این فیلم چند؟ این فیلم اکرانه. چی میخوای؟ قیمت چنده این فیلم هاش آقا؟ زورت نمیدسه برای درگز. درگز چند؟ کپیش درگز ما این صد تون، صد هزار تون. اون خوبه همین خوابیده همین خیلی خوشگل. آماده این؟ صدا ضبط دوربین شروع. امروز هزار تون خیلی کار کرد. در ضمن یه کادوی خیلی خوبم برای تو گرفتم. نه یعنی سفارش دارم. کادو؟ به چه مناسبتی؟ حالا مناسبتشو بعدم میفهمی. دست شده من آقا مهدی، شما خیلی دوست داریم بچه دار بشین نه؟ دیگه نه. جدی؟ آخه من میخواستم رضایت بدم که بریزم بگی. حرفش هم نزم. باشه دیگه حرفش رو نمیزن. جدی که نگفتی؟ گفتی دیگه حرفش رو نزن دیگه. جدی گفتی؟ کاملا جدی گفتم. میتونی زن بگیری؟ یعنی روش حساب کنم دیگه. دوباره اینجوری شد؟ نه بابا 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 بسیار کار سختیه و برای من یک تجدید خاطره است. با تهیه کننده ای دارم کار میکنم که حدود 12-13 سال پیش باشون کار کردم. خب اون موقع من کم تجربه تر بودم و الان احساس من احساس خوبیه. امیدوارم فیلمم حاصلش خوب باشه و با اینکه شرایطمون خیلی سخته و کار خیلی فشرده است، ولی انقدر گروه خوبن که آدم واقعا خستگی رو احساس نمیکنه. فقط الان دیگه من 12 ساعت دارم کار میکنم، دارم احساس میکنم. با اعمال شاقه است نه خوبه. بعد
کارهای این شکلی وقتی که اکران میشه و مردم هم استقبال میکنن آدم دیگه خستگی از تنش در میده. به حال این کار کاریه که برای مردم ساخته میشه و برای خوشحالی و شادی مردم. به بابت این قضیه آدم احساس میکنم که انرژی بیشتری میده. بودن شما که اصلا یه رونق دیگه ایجاد میکنه که تو گرم ببین بشنوین دو تا سه تا پلان دیگه. آقا 12 ساعت من کار کردم آقای فرابر فردا که میاد 12 میاد میخوای یواش یواش شب کار میشیم. آقا بینندگان عزیز ایشون آقای حسین فرابخش هستن تهیه کننده حرفه ای سینما. نیم ساعت دیگه تمام نیم ساعت دیگه رفت حرکت کات هری نه کات هری رضا هری گفتم هری گفتی بریم دوباره رفت نگاه حالا میتونی با خیال راحت انتخاب کنی. همشون خوبن. نظر شما کدومو گرفته؟ نظر تو مادر. آخه من اینا رو ندیدم که از صورت و عکس که نمیشه انتخاب کرد. ببین این مثلا خوبه. نه بابا این هم لاغره هم خیلی شبیه زنده. یه چیزی بگی که متفاوت باشه، چهره جدید باشه. این چطوره؟ نه این هم خودش بیشترشون دختر زنده. من اشتباه کردم. چرا عکساشو اینجا گذاشتی؟ خب دیگه حالا آقا این خوبه مادر. این هم سنش کمه میتونه 7-8 تا برات بچه بیاره. اگه 3 تاش دختر شد 3 تاش حداقل پسر باشه. قد و قواره‌اش خوبه؟ قد و قواره‌اش چی کار داری؟ مهم اینه که برات پسر بیاره. بد نیست ببینی؟ خب یه قراری بذارم هم دیگر ببینیم. باشه تو انتخابت بکن. ببین این شد اینم صورت این دماغش بود. اینا رو شما گذاشیم اون دماغش گنده است اون دختر ولی خب اول خوباش اینم خوبه. آره اینم خوبه. اینم سنش کمه. نه خب همون شد دیگه. آره این بود این همین اوکی ببین هم سنش کمه برات میگم 6 تا 7 تا بچه رو اینا سنشون بالا خیلی بتونن بیارن بچه یه دونه انتخاب الهی شد مبارکه سیکس شد. شد گرمتر بشه. اولی چیه؟ نه اولی همینو بهتر. من اینجا باید سیدم میخندی. این کار موی. عکس بگیریم. آماده؟ سلام آشپزخونه آقا نه یه آشپزخونه بیرون نمیدونم از کجا شروع کنم همین شده که دوست داشتم رو درست کردی یا چرا نمیه خوده نوشه جونت عزیزم دیگه تو این سالا سنقدر دستم نمیده ببین فسنجون برای درست کردم چند وقت درست نکرده بودم سی سال میشه چه؟ از وقت عروسی درست نکردی یعنی سی سال شیش ماهه میشه جونت بعد بوده اگه میدن خانم های دندشون کمه دنده کم نیست من اینجا که تو رو میبینم یه دنده اضافه هم باید میتونم قرض بدم بهت عزیزم آه الان دیگه دارم برم زنگ زده یه اوتوماتیک هم بگم ها دنده اوتوماتیکه بعد زنگ خب خب شما مرد خونه باید پاشی باشه برم برم خواهش میدم خواهش خودم میرم عزیزم خب من میرم من نزدیکتر رو بدن خواهش میشه جونت میل کن آب تو دل تکون نخوره جونت بله بله الان میره خدمت بلاش کادو تو اومده ازم خودت باید بگیری من باید باید کادو بخرم حرفا چیه؟ سرخی نداره ببخشینا ولی من چون گرسنمه دیگه شروع میکنم چه غذایی بخورم مهدی جان کات واقعا خوشمزه است
گرسنه هم بزم. میخوای من اینو باور کنم؟ اصلا نمیدونستم کادوت به این زودی به دستت میرسه. دیوونه شدی؟ دیوونه شدی؟ چیه؟ کادوت خوشت نیومد؟ نه سربازی ها چیه؟ نابرگی ها چیه؟ اوه مال خودت. چه کار بدی؟ ازم هدیه که بس نمیدم. هدیه رو پس نمیدم. تو واقعا که دندت کمه. ازم خوشونم؟ اینجا؟ واقعا یه دفعه نظر شما چیه؟ تو واقعا این دندت کردن بله عزیزم باور کن برسم باور کن آقا مأمور نظارت ارزشم رو صدا کنم من بخوام واسه خدا بگم نشونت ببینه نه نه پس نمیدن هدیه رو پس نمیدن پس نمیدن من دیگه بله بله عزیزم بیا دیگه مگه نگفتی دلت فزنجون بخواهد، خوشمزه هست بیا بخواهد که هم میفته بشین دیگه باور کنم باور کن کادومو باور کن دیوونه شدی؟ چیه؟ کادوت خوشم داریم هم؟ از خربازگی ها چیه؟ این آبری ها ریزی ها چیه؟ چه خشه؟ خیلی کار بدی بود علم هدیه که پس نمیدم تو واقعا یه دندت کنه هدیه رو پس نمیدم عزیزم مهدی جان از دهم میافته عزیزم کلی حال زحمت کشیدم بعد فسنجون درست کردم مهدی جان من درد میکنم اهل طلاق دادن نیستم خانواده رو دوست دارم زنم هم دوست دارم اصلا هم به آخر بگم با طلاق موفق نمیکنم سنسر هم طلاق نمیدارم مهری حقی شرعی و قانونی ربطی به طلاق نداره درود بر شما عزیزم اصلا کی حرف طلاق رو زد اون موقع که لبخند میزدی ابزا میکردی همون موقع میتونستم بگم مهری هم رو میخوام اون موقع نگفتم الان میگم مهریه همون میخوام، تمام و جمال میخوام و دوستتم دارم خانم پروین دانشی این مهریه خیلی سنگینی هم سنگینه آقای قاضی کمرشکنه این حرفا چیه؟ آقای قاضی موقع عقد زیر مهریه رو تایید کردن امضا کردن این یعنی چی؟ یعنی رضایت کامل منم الان مهریه همون میخوام تمام و کمال یک کلام ختم میکردم یعنی هم وزن خودتون و همسرتون طلای 22 عیار؟ نه آقای قاضی 24 عیار 18 عیار 24 عیار بود مادر جون 18 عیار خانم چرا دبه در میاری؟ اصلا همونی که ایشون میگن آقای قاضی ایشون میخوان مهریهشون رو بگیرن بعدش هم طلاق بگیرن من ایشون دوست دارم طلاقم نمیدن مهریه حقیست شرعی و قانونی ربطی به طلاق نداره؟ اصلا کی حرف طلاق رو زد عزیز من؟ اون موقعی که با لبخند زیر مهریه رو امضا میکردی همون موقع میتونستم طلب کنم نکردم الان مهریه‌مو میخوام وگرنه منم زندگیمو دوست دارم شمارم دوست دارم خب آقای خندان به هر حال شما امضا کردیم و باید همشو هم بپردازید استطاعت مالیش هم که دارید آقای قاضی خزانه دولت هم جوابگوی پرداخت این همه مهریه نیست آخه شما که میگی زندگی زورسته این چرا مهریه‌تون رو میخواین عزیزم حقمه زور میگه
شما قبول کردید، حالا هم برای تعیین مقدار طلبات وزنتون معلوم بشه. از این بابت من شما را رجوعتون میدم به پزشک روانی. شما خیلی شاید حرکت. جدی میگی؟ موفق شدی؟ میدونستم موفق میشی. به تبریک میگم. شیرینش یادت نره ها، میکشمت. قربونت برم. خداحافظ. دختر خاله توی دادگاه موفق شد. وقتی خوشحالی داره؟ زندگیشون رو ریختی به هم و خوشحالی میکنی؟ معلومه کار کشتم هستی، مهریه بریه زیاد گرفتی. آره کی گفته من مهریه گرفتم؟ آه میخوای بگه همه شون رو همینجوری ول کردی؟ من اصلا اینجور چیزا برای مهم نیست. میشه بپرسم شما چی برای تو مهمه؟ محض اطلاعاتون بهتون بگم که واسه این من اخلاقیات خیلی مهم. اخلاقیات؟ باشه بهش میشم. الو جونه خوبی شما؟ چی شو؟ پس نمیای؟ شب هستم، قربونت برم، منتظرتونم. چشم، خداحافظ. شما حضور بردم جهنم، گفتم ایزو اینه بعد حالش بده، خوبه که بهش بدی که حالش رو خوب بکنه. تو بعد این کار رو ندونی اصلا بگیدیم الان دونه چون این دایی که میترسیز میزن بزرگتر از حساب میزن فرنگ ایرانی خواهد بعدش آره بعدش قشنگ بود اینه که همه خیلی قشنگ بود یعنی از داره این رابطه گیرنده یعنی نشون بکنم که لو نشگیره توتون خارجیه. آره بگی فهمیم توتون خارجی خوبه کافیه، این نیازی به چی دیم توتون خارجی سیگاره مثلا نمیگیم شیر علف هم که شوشته باشه یعنی پیپ مزارش میدیگه پیپ شو من داشت شما که اینقدر سر تو حساب کتابه چجوری زیر باری همچی مهریه رفتی؟ نمیدونم بابا، گفتم این کاری بکنیم که تا حالا کسی نکرده باشه. طبیعت اصلا مرد سنش میگه باره دیگه نباید ازدواج کنه، زن گرفتن اشتباهه. نگو دیگه نگو، عاشقش بودم. آخ آخ به احساس پدر عاشقی داری همین وقتی اینه که هنوز هم عاشقش بایی. شما با همه پختگی که داری هنوز زنها رو خوب نمیشتسی. منصور یه فکری دارم، قبل از اینکه حب ساده بشه اموال هم میخوام همه رو به اسم مادرم بکنم. چطه؟ آخه اون دیگه الان همه رو پرونده از صورت هم با 85 تو شما پر میخوانم هم 70 کیلو 65 لاغر شدم میکنه همه اینو دفتر قیمت عیار میکنیم بفرد جم میکنه 13 میلیارد و 950 میلیون تومن. با این حساب خونه میره، مغازه میره، خونه مادر میره، ویلای شمال میره، در چیزی هم با دستی بشه میره خودشم. بله چیکار دیدی؟ نمیام شام میخوام. چیکار؟ سیگار بده میره. سیگار خوب نیست یاده یا نکشی بهتر میخوام خاصیت نداره، ما خودمون گیر افتادیم. رفیق ناباب سیگاری میکرد. بفرم خط فقط صدا ثبت دورمین؟ بله صدا در نگه اون پشت بله دارم شروع الو صدا نمیام الو الو چی شو؟ میام؟ بابا قطع کرد فدای سرم بفرمیم مرسی بتوام کیک بشم. من نمیتونم بخورم. چهار باشم. اینا برام خیلی بده.
خب ولش کنم چیکار کنم؟ ای؟ کات بگه بلش کنم بچه اونجا رو خالی کنید آقای نهیجی رو درشید نه اصلا پایین بود بچه اون 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 باید یک کاری کنیم دادخواست رو پس بگیریم. چیکار کنیم؟ ببین دایی زن ها از گوش عاشق میشن، کافیه دوباره برگردی پیش برنی خانم و دوباره همون شعرهای عاشقانه قدیمو براش بخونی، یه موزیک شاعرانه، یک کتابی، کادوی چیزی هم براش بگیری بدی، حل دیگه الان حال این کارا رو ندارم منظور. دایی فکر اون بقیه مال منالمون بکن، به نظر من همین الان زنگ بزن یه قرار رو زندگی بذار. بفرمایید دایی نامه کجا بردی؟ کتاب زیاد میخونم دایی. مرسی این شد اوکی I'm
جونمو پیدا کردم، اگه من جونمو پیدا کردم تو بعد که میگه تازه میگه آره دیگه هر روز در خدمت هم ورزش شروع کنه پایانش یه ورزش برو بریم آقا برو همینا خوبه تعجب میکنه شما بازی تا من ادامه بدم حرکت باشه سلام علیکم صبح ببخشید شما خبر ندارین طلا امروز کیلو چنده چیلو؟ بله چی کاره ای؟ شاید زن اسیر ما هم زلیل شنیده بودیم اسیر نشیده بودیم برای چی اومدیم برزه؟ خب یکم سبک شم خب این شاید خوب میشه برزم زیاده شاید ادامه بدیم خوب میشه بریم ولی بفرمید بفرمید شما بفرمید باشو سبت دوربین دوربین و حرکت من سون به نظر تو من لاغت شدم والا دایی به نظر من چاقترم شدی وسیعت شما یه خود داری این چرک و سفا در بیاده جا ببین من نمیداره شما هم زندگی رو رست کردم اینجا الان بهتون نشون میدنم ازی بدید آه ببین این آبیه خط آبیه مال زندگیه اون خط قبضه مال شماست من چرا آبی نیستم آبی دوست داری؟ برای آبیش میکنم اون آبیه در اصلا مال زنده ای ببینیم مال زنده ای داره میره بالا مال شما قرمزه داره میره پایین برای اوشانتر به متوجه نمیشم که خب زنده ای همینجور چاق و چاقتر میشه ولی شما اصلا نیست لاغر نکردی آخه چاق شده آسونتره میخوره لذت رو میبره گرونتر هم میشه من چی؟ درست میفهمه ولی هم وقتی که از مهدیه کمتر و بنده کمتر هم خبری نیست یعنی مفلسی بیچارگی بدبختی البته یه راه حلی داره دایی چرا فعالیت بیشتر وزن کمتر خوردن کمتر راحت حرف میزنی ها گرسنگی نکشیدی تا بدونی نخوردن چقدر سخته اون همه داری بکردی خودتو دایی چیکار کردی ازم یه بیرون اله بجون نکن خودتو داری میکشی اینجوری نمیخورم بخورم یه جلسه ساعت 10 دقیقه به 4 با این چیز هست سزیا از تاریا الان گفته حالا تو ما بریم بارستا میشه 4 دیگه منتظر گفته گفت در خدمت شما هستم خدا 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 خب اون خانم داری تو اتاق گیری من تو اتاق گیری خداحافظ 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 دوربین شروع Thank you.
چی شد؟ زنده ای؟ یکی رو دستگاهی کرده، هرکی بوده آدم بیشعوری بوده. توهین نکنم؟ میخواستم بهت کمک کنم بلند شی، حالا که توهین میکنی به مردم، خودت بلند شو. کی با تو زر زد؟ تو زر زدی؟ یکم اگه نه هم پر بشی بهتر بشی آمه میدارم یکم باید نه هم شد آقا آشوی تهش سعی کن بلند چی گفتی؟ بلند صدا سرم ثبت دورمی رفت شروع چی شد؟ زنده ای؟ یکی اینو دستگاری کرده هرکی بوده آدم بیشوری بوده توهین نکنم قصد داشتم بهت کمک کنم بلند شی حالا که بچه مردم توی میکنی خود بلند شو حالا کی با تو برزن؟ تو این خوب بود ولی نگرفتی که افتاده افتاده حالا پا رو بیدید مرسی توی تو سنت خاموشو خاموشو پرسی شده به من تلفن میگذارم الان هم کاری که آفه زندگی طبیعی بله بیرون ساکت سلام آقا سلام ببخشید من یه لحظه ببخشید جان من میخواستم فوری چاق باشم بله داری چیزی داری به این بدی؟ بعد انزایی بزن بله دارو داریم من پرش آقا زیاد میخوام چاق شما چرش پرش پرش خوب بود مرسی یه گل با این لجافت آمد گل میخوره خوشه یه دیوانه را اون مدابل میخوره مدابل کیفری به مل دنیا میخوره هرکه با فضل نشیند آقابت پا میخوره باید کلا خیلی آماده سه شروع خود خودشه یکی دیگه دایی پاشو بیا سلام علی سلام قصد نماشید آماده بدین سه صدا زد دوربین رفت همین نقطه شروع خیلی خدایی الان وقتشه برو بالا بکش بکش خوبه خوبه عبسش خدایی نده بیرون نده خود چرا نمیکشی؟ ما عادش نیستم دایی اینم که میبینی اینجا امانتی مونده یکی رفیقامه که اگه دارم اینجا اشغال میکنه دایی یه هیکل داره یعنی داش این ابا 98 کیلو بود خب اما که اینو مصرف کرد دایی شد 40 کیلو خوش به حالش من الان چشام باز شد زورم زیاد شد آره دایی مال همینه دیگه تو هم اگه بتونی زودی لاغر کنی مطمئنم میتونی ویلا و ماشینم زنده کنی ببین بهت قول میدم اگه موفق شدیم ماشینمو به نامت میکنم دایی علکی میگی نه جونو تو الان حالت خوبه راستش خیلی دیگه هم بزن دارم میخواهم که خونه رو یه حرکتی توی خونه بکنم چیکار بکنی؟ زورم خیلی زیاد شد من هم چیکار بکنم؟ الان آره نشسته بودیم داشتیم حال میکردیم کجا داریم دایی؟
که دایی مرسل خب این هم پدر نه آقایی یه تحجیب اینی که دهنی ایرکی این هم اکس عروس دامن آقا کندش هم بد نیست چون تند انگار اون نه از کند بیا به تند برسه برعکسش هم میشه آره خب اونجایی که میرواد سر از خود بگیر به جاهای کنسه حرکت چرخ بردم
میگم این زن چند تا بره؟ زن یه دوره پری بود، بعد شد زری. ببین یه چیزی بگم، رو هیچ آدمی حساب نکن. من نمیخواستم شلوارم دوتا باشه، هیچ وقت این کار نمیخواستم بکنم. من اصلا دوست ندارم که حتما از این گور پدر بچه خود آدم، این همه بچه یتیم توی اجتماع هست، خب یکی بعد بیا بزرگش کن دیگه. با کی داری حرف میزنی تو؟ با یه خانوم. با یه خانوم؟ کدوم خانوم؟ چشمم روشن. اینجا بود رفت. اه غلط کرد اومد بیجا کرد رفت با تو. خانوم محترم بود. خانوم محترم تو خونه مدرسه اندار چی کار میکنه؟ خیلی کارا. آها فهمیدم، تو با این کارو میخوای منو بچزونی، میخوای گوشت تن منو آب کنی. اصلا غلط کردی، تو این کارو نیستی، خیلی میشوری. حالا واقعا راست گفتی مهدی. چرخیدنه بگم چرخیدنش کنه بده؟ گوشش بهتر. الان من تارو دفعه اول دارم میخورم. شما تارو چنگه بدارم؟ دونه مار بود. باید نهار بود. چیز بذارم. نه بکنم شخصی. الان اسم اون اتفاق میشه سورماز. و؟ و و همه موارد در صحنه. ها؟ قاعدی که بگیم. اینجا بالا. من؟ به نظر من که اینجوری هم درسته. بازگردن؟ 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 مؤسسه شیره کشمونه، ولی من مؤسسه میگیم اینا. اعتیاد مزیاد که تو کار شده؟ نه قربونت برم، قربونت اعتیاد نداره که. فقط اعتیاد اومدن اینجا رو شما فراموش نمیکنم. یه دیالوگ میکنم، چهار تا استخون یه روکش روش، چهار تا استخون یه روکش روش. شروع. آخه این چه زندگیه؟ تا موقعی که زنده ایم گریختیم، وقتی هم که میمیریم میفتیم گردنش گردنی. من نفهمیدم این چه مطاییه که وقتی گرفتارش میشی یا همه میشن این او هم ناشی هستن. حالا دیگه فرق نمی کنه که دکتر باشی، چه مهنده، چه بنا باشی، چه سیاست مدار، هیچ فرق نمی کنه. تموم خمارهای دنیایی که میبینی ها این او هم هم فقط وقتی که نشی میشی ها کلی ما هم اختلاف دارن. دمت گم آقا الله. بابا دیگه سیام نکن، تو قصابی نام نکن، گوشت یخی دیگه نخور، اینجوری نگام نکن. گوشت یخی که چه جوره، دو روزه توی تنوره، نمیخوادم که زوره. آخری گوشت یخی دیگه فایده نداره، تا بخوای بکوبیدش گوشکوبم دست نداره. دمت گرم، دمت گرم. سوال باتم باپور چه؟ این یکی رو میگه آخری امروز خیلی زیاد کشتی، میخوره به جمتر، میخوره به جمتر. آره بود جای خوبی اومدی، دوست داری که دو تا استخون یه پوست روش بکشن. آبای کرده خوبه؟ آقا جدی اون رژیم رژیم که تو کارش نی؟ نه قربونت برم، رژیم چیه؟ ازده بده آقا لام چند کیلو دود داداش؟ 130 کیلو ناقابل آقا منجی. الان شدم 80 کیلو. نبینی؟ آره داشتم می اومدن گفتن اینجا مؤسسه هست و شکل شیر کشخونه هست. شیر کشخونه هر جوری بخوای حساب کن، ولی اینجا مرکزیه، دو تا شعبه دیگه داریم جای دیگه. آقا تو تردش هایی بیشی کشته اینجا خلاشت دیگه. آقا خوب جای اومدی. آقا مجید در عرض دو ساعت میکنه که کندی. میگه
جنس خوب از اولاد خوب بهتره. دانش قبول نداری؟ دانش شما جم بدم با پورو سردش نکن. بلکه گل با این لطافت آب از گل میخوره، قصه دیوونه را اون مرد عاقل میخوره. مرد عاقل کیفری به مال دنیا میخوره، هر که با بدون نشیند عاقبت پا میخوره. آره داداش، با آدم بد بگردی پا میخوری داداش. کات جنام میخوام همه این شیرینی های مغازه رو بخورم. معلومه جنسش هم توپ توپ داده ای. کات بابا دورم میخواد. آقا یه ذره آب جوش که برسون ببین. یه ذره آب جوش رام اینجا زفت دوربین چو یه را میخواد همه شیرینی های مغازه رو بخورم. معلومه جنسش توپ به توپ بوده آده ای، ولی بدون مشورت من نباید این کار میکردی دایی جون. میدونی ممکن بود چه بلایی سرت بیاد؟ همینجور تک و تنه که نباید پشت بریم پای ما اینا. آقا گفت مؤسسه لاغریه، همه شون لاغر بودم، حالش خوب بوده آقا، ولی همش پرید. جونم شما میخوای لاغر کنی به خودم بگو، من خودم لاغرت میکنم. بعدش زیاد به لاغریه دیگه فکر نکن، میخوام یک کاری کنیم که اصلا جونه چی آقا یه زندایی رو بگیرم. چه جوری؟ حالا بهت میگم. آقای آقا بیشتر ریتا بیشتر آرش بام من تو کار نه میری تو کار سه صدا نه گردین نه حرکت مهری نه بقا بذاره گذاشتم اونو گذاشتم آقا گذاشتم I'm not going to do it.
بالا میاد. رفته و صدا دوبین در شروع غلط نکنم هرچی از زیر سر این منصور آره تو چرا هنو نرفتی خونه؟ کارم طول کشید خواهیدم دو ساعتی نبودی؟ من رفته بودم شعبه شرق سرکشی کنم آقا مهدی هم باش بود؟ من گفتم بود؟ نگفتی ولی بود؟ تو چرا اصلا نمیدی خونه؟ نره این خونه آماده میریم تمرین 3 2 1 حرکت یه دو تا اینجا داریم 16 تا 18 تا و 9 تا 27 تا و 24 تا و شنیدم که زن اگه از مرد تمکین نکنه مرد میتونه ازش شکایت کنه جون من آره گیه رو کشی رضایت بده تا رضایت بدن جانم سب کن دادگاه که به این کشکی قبول نمی کنه باشه پرسیدم اثبات حکم عدم تمکین با مرده خب چجوری من باید اثبات کنم کافیه عدم حضور زندایی رو توی منزل قانونی شما اثبات کنیم بله ولی پری که خونه رو ترک نکرده یه کاری میکنی که بکنه دیگه برو بالا مرسی من چی بالاخره نه نه در باز شدن اصلا باید بیاد در وسط به این که میرسه در باز میشه اگه فلان قشنگ بخوری یه بار بزن بریم یه بار برو دلاره آه میتونی جا عوض کنه دلاره
اینه کنم دستم اونو بسته میگیرم از سه دو یک شروع بذارید خودشون جواب بدن آقا. آقای محترم، دخترتون یه هفته از خونه زندگی چه برد کرده اومده خونه شما، وقت شما میگی بلا غیر؟ شما هم ساکت. آقای قاضی، من خونم و زندگیم و همسرم و دوست دارم. این عدم تمکین چه معنی داره؟ من نمیفهمم یعنی چی؟ عدم حضور زوجه در اقامتگاه تعیین شده از سوی مرد از موارد عدم تمکینه. اثبات کردنش هم با مرده که ایشون ادله لازم رو به دادگاه ارائه کرده. آقای قاضیم بله من رفتم از خونه فرار کردم، ولی دلیلش این جگ و جونورایی بوده که این آقا ول کرده تو خونه رفته، موش و سوسک و وا چه حرفا. پناه بر خدا. چه پناه بر خدا آقای قاضی، من تو خونه امنیت جانی ندارم. یک کلام حرف حساب و بس سلام. بس سلام آقای قاضی، ایشون کم لطفی میکنن، خونه جای امنیه، کلی اون محله با امنیت میشه. عروس گلم بزن آخر سری همه چی به خیر و خوشی تمام بشه، تو از مهریت بگذر، منم با آقا مهدی میگم شکایتشو پس بگیره. پس بگیره باش. آقای قاضی به فرض که من تمکین نکرده باشم، این چه ربطی به مهریه داره؟ عدم تمکین موجب سلب نفقه میشه، اما ربطی به مهریه نداره. بفرما. خواب آقا شنیدی؟ آقای قاضی ایشون خونه رو ول کرده رفته، من پول بابت چی باید بدم؟ تا
در نکاح دائم صرف به زوجیت در آمدن زن رو مستحق مهریه میکنه. بله. سلام و تمام. بله آقای. زن یکم آرومتر لطفا. نه من کامل دارم پر امنیته. خب اینجا پر امنیته. بای 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 چیزی به وزکشی نمونده که من سو قیمت طلای اون چنده؟ قیمت دیگه دارم در میارم. بیارزگی کردی یا توی مدت باید تو پزشکی قانونی یکی رو پیدا میکردی، رازیش میکردی 23 کیلو کم بزنه. میدونی قیمتش چقدره؟ دایی هر جوری که بگی میشه، ولی اونجا رو نمیشه کارش. اونجا میشه. چند تا ترابه میکردی زیر میز میشد. دایی پزشکی قانونیه. پزشکاش قسم خودن خلاف نمیکنن که. نه اول میگی نمیشه. روز اول گفتی همه چی میشه. خودتو بسپر دست من. من عقلمو دادم دست تو. حالا بگی نمیشه، اون نمیشه، اون نمیشه، این نمیشه. بعد چی میشه؟ دایی من فکر کنم شما زیاد حالت خوش نیست. من حالم خوش نیست، ولی من فرمون رو دادم دست تو. من کجا داری میبری؟ من باید یه جایی، من تنم درد میکنم. همین الان ردیفت میکنم. یه دونه از اون قرصات برات اینجا جاساز کردم. باش بیا اینو بنده بالا. آبم بخور روش. حل حل میشه. دو دقیقه دیگه توپ به توپی دایی. تو سیگار رو نمیدی شش جون بخواه. من کشت مرده شما هم دایی. الگوی منی، عشق منی. بفرم بفرم. نابود بشم تو هم نابود. بله میدونم دایی، واسه همینم از صبح تا به دارم گوگول میچرخم بلکه راه حل مناسب واسه شما پیدا کنم. همه پولاتو زنده میکنم. نگاه کن دیر کردم. نکنی یه دفعه نیام. شما ساده بدر جانم. مجبوره بیاد. اصلا نمیتونم بشنم. اصلا. بالاخره پیداشون شد. سلام آقا دانش. سلام زنده. سلام. کجایی آقا جون؟ زیبامو علف سخت شد. والا تو ترافیکی کرده بودیم، پل صد یه تیکش افتاده بود روز پشت اون تو ترافیک بود. چرا معطلی دیر شده؟ بریم اتاق بس کشی. بفهم. 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 دایی مالش خوب نبود. بفهم. زنده بفهم. دخترم آدن شو بریم. ما هم که از ساعت اومدیم. این موقع نرخته بود. همه جا داره با رفتر داشته بگه بیره بشه. یک کیلو من برم دستشویی. کجا میره؟ اونجا من بریم آخه. شون کجا رفتن؟ گمونم گلاب بروتو رفتن 4-5 کیلو کم کنن میان خدمت. بگو بیا منتظرم. بفرمایید پدر جان. شما بفرم. بفرمایید این عادتشه. استرس میگیرم به دستشویی. زنده میگم تو پول مپول شدی. ماشالله یادت
هیچی میگم ماشاءالله دنده‌ای آب جمع شده زیر پوستش. تو پاش جونم چی شو؟ دست درد کنه بگو. یه دوتا تخت 25 گرمیه واسه من بذاری کنار، میام میبرم. بگو واسه مریض میخوای ارزون حساب کنه. خب شکل دمت که خودم خودش شد جوش قد شده همون دارم اومد بسته نمیشه دیگه سبک شدم. بکنم ماشین رو زنده کردی. بریم بجون امی جان وارد کار میشی؟ بله میاد تو کادر میاد خدمت آقای شکر کنید. آرکر رو خاموش کنید در چه بیده نه نداشید رو باز کنید. زورش نده تمرین بکنه دارم زورش نده تو باید تا بری سمیشته می کنه زورش نده آقا مهدی. بله. اون خنده ایریکی مخصوصه بده تو. خنده ایریکی مخصوصه. آقای هاشمی اولیو میگفتین لخشیم. بعد آره بعد آخری هم گفتین آها لخشم. لخشم. بهتون گفت بفرمایی لخشیم. لخشیم؟ بله. لخشیم. گفتیم این لخشیم. باشه بشه. آماده؟ خنده ایریکی یادت داره. بله. شروع. سلام علیکم. سلام. سلام عزیز. سلام. بفرمایید. خیلی بچه‌ها ما بدید. آقای مهدی خندان. بله داییم هستن. بله خدا هستن. لخش. لخشم. لخشه. لخشه؟ آه لخش. نه همینجوری نمیشه وزنش کرد. نه آقا ما وزن خالص رو خالص. خالص بخواد داییم. لخشه. منصور. بله بدید. خدمت ایشون بفرمایید آماده شدن من در خبر رو چشم خب آره یه لحظه چیز کرد اگه جای کارت داره چون نه دیتا بیکاته دیگه بلند میشه بعد بیکاته خوب بودیم خوب بودیم خوب بود بفرم خوب بله ساکن سبت بودیم بله شروع منصور جونم بایی بیا بایی زدن آقای دوید روی چشم چشم جونم بایی منصور من فشم افتاده فکرم کار نمی کنه یه فکری بکن آقا بیفته شیم آقا به قبل زمین من لخ میشیم بعض بگیم بارو بگو تو با همون به بلدین داره همین بگو من چیکار کنم بلدین خوب بلدین بارو الان میگه بیا نفری 6 میلیون بدین بابک حالا بذار زمین بذار زمین این بردا نه اونجا به طرف دوربین نه یا به طرف خودش اینو میبینی اما اینو میبینی آره 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 آره
میبینی؟ خب بگی من درستش کنم کادر رو بدن سمت دوربین؟ بله شروع خب این چی رو ثابت میکنه؟ آقا این عکس مال وقتیه که عقدش کردم اون موقع 50 کیلو بود شما باید مطابق همین 50 کیلو طلا حساب بکنید تو قبالتون ذکر نشده روز اغملاکه بنابر این وزن قابل قبول روز ادای دینم یعنی من گناه کردم دادم خورد چاق و چله شد حالا باید بابت پی و چربیش طلا بپردازم ببینید آقای خندان هیچ راهی ندارید بجز یک راه برو باهاش توافق کن مرسی نه همون جوری خیلی واقعی بازی کرد سر نگر بازی گری کنه نه 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 صدا آماده افشار ساکت حرف نزن سه صدا توربین حرکت آها، باید پشت، الان باید پشت باشه، برگرد، برگرد این کار Yeah, I'm going to go to the hospital.
آیا احمدی موقعی که یه راه میشه آقا مارد سب کن نه نه باید نه الان میشه رفت رو کیک بلن فوتشو بیدیم نه ازناشو موجم کرد کرد نه موجم کرد آقای شانا که سه سال نباید زد آقای باشون آقای باشون بچه هم باشون آقا باشون بود حاجی با زحمت کشیدی بابت کیک ممنون حاجی با خیلی زحمت کشیدی من خیلی خوشحالم که در خدمت آقای فربخش هستم و آقای علی خانی چون در شرایط این فیلم تولید شد که واقعا ریسک تولید فیلم خیلی ریسک بزرگیه اصلا تولید فیلم در این شرایط در این مقطع واقعا ریسک بزرگیه در صورت با پروسه تولیدش هم خب من خیلی خوشحالم که هیچ حاشیه این فیلم نداشت همه چی به نظم و انضباط تعیین شد و گروه به شدت در خدمت فیلم بودن از همشون تشکر میکنم آقای فرابخش و آقای علی خانی برای بهترین امکانات در اختیار این پروژه قرار دادن بازیگران دراز اول و به حال مطرح سینما ایران در این پروژه همکاری داشتن دیگر عوامل هم به حال از آدمای با تجربه و زحمتکش سینما هستن و از این بابت به حال ما هیچ مشکلی چه پیش از تولید چه بعد تولید چه هنگام تولید نداشت میخوام ببینم خواست تروش تکیه بربر با تروش این فیلم چه تفاوتی با هم دارن؟ بهتر بگم که فرابخش آقای فرابخش فیلم تکیه بربر با آقای فرابخش این فیلم با هر اسمی اختلافش خیلی زیاد نیست بیشتر میشه در مورد مریلای تکیه برباد و مریلای این فیلم بحث کرد چون من خودم فکر میکنم تو این سال انقدر تغییر کردم که آجاقا تغییر نکرد برای اینکه آجاقا یه سری وجودی در شخصیتشون دارن یه صداقتی هست به نظر پر انرژی تر شدن و البته یه نقطه مثبتی هم من در این کار دیدم که شاید به خاطر اینه که خودشون یه فیلم در واقع کاملا جدی و مستقل ساختن به نام زندگی خصوصی یعنی تجربه کارگردانی در این سطح رو در واقع داشتن فکر میکنم تاثیر اونه برای اینکه حساسیتشون یک کمی بیشتر شده روی لحظات من فکر میکردم نمیتونم هیچ وقت دیگه با آقای فرابخش کار کنم ولی توی یه مسائلی دیگه پیش اومد دیگه مجبور شدم که بیام الان احساس میکنم که نه خوشحالم که هستم توی این فیلم اشتباه هم فکر میکردم دیدم که میشه کار کرد دیالوگ مشترک به حال یه جایی پیدا کردیم ولی خب یه ویژگی‌های مخصوص به خودشون دارن دیگه ضمن اینکه آقای فرابخش وقتی توی کاری هستن اصطلاح عامیش اینه که کار صاحب داره یعنی اینکه شما خیالتون راحته مسائل حاشیه یعنی کارو نمیتونه تحت تاثیر قرار بده ما که عوامل جلوی دوربین هستیم این برنامه نکته خیلی مهمه بیشتر لطمات رو من فکر میکنم سینمای ایران از نداشتن تهیه کننده حرفه‌ای میخوره که آقای فرابخش تو ژانر کاری خودشون که به هر حال به نظرم مثل سینمای تجاری و مردم پسند هست و سینمای گیشه و مخاطب هست و خوب میشناسن عوامل رو اما اگر توی گونه‌های دیگه سینما ما تهیه کننده اینطور متخصص و واقف به کار و آگاه و مسلط داشته باشیم من فکر می‌کنم سینمامون نجات پیدا می‌کنه من اولین باری که سناریوی فیلم رو خوندم چون که سر یه فیلم دیگری بودم و خیلی انرژی ازم گرفته بود و عادت ندارم از یک فیلم برم سر یه فیلم دیگه گفتم بازی نمی‌کنم به دلیل خستگی و به دلیل حالا مسائل دیگه و آقای فرابخش اولین تهیه کننده ای هستن در سینما که من بهشون پاسخ منفی دادم و دوباره با من تماس گرفتن و جالب بود که وقتی که این کار کردن من قبلش داشتم فکر میکردم که شاید من تو شرایط خستگی یه تصمیم اشتباه گرفتن و چه بسا که این کار برای روحیم و برای تغییر ذائقه مخاطبم که کار من ممکنه دنبال بکنه خوب باشه و دیدم آقای فرابخش تماس گرفتن و گفتن که من میخوام ازت که یه بار دیگه بهش فکر کنم
و گفتم باشه. خب این چیزا رو در مورد مثلا آدم حساب فرقش قابل احترامه دیگه، یه ایمان و اعتقادی داره تو کارش در مورد مسائل حرفه‌ای که ارزشمنده. ضمن اینکه آره فرقش یه واسه دیگه کار کردن باشون داره که گروهشون این خانواده هم سالها با هم دیگه کار میکنن، همه همون میشناسن، آدم توی پروژه احساس امنیت میکنه، یعنی احساس میکنه توی خانواده خودشه. مثلا من با دوستانی که الان همکار هستن 12-13 سال پیش هم سر اون کار همکار بودیم با هم دیگه و هممون با هم موامون سفید شده و دیگه آدم احساس میکنه خواهر برادری ما همه در کنار هم داریم یه کار رو سرانجام میشه. این خیلی احساس امنیت میده، آدم غریبه توی ما نیست و این حس اعتماده و احساس امنیته من فکر میکنم از طریق دوربین هم منتقل خواهد شد توی این کار. توی کار طنز و کار تجاری برای من کسی این کار مهم بوده که اولین عاملش حضور آقای مهدی هاشمی بوده و کنار ایشون بازی کردن برای من درس بزرگی بوده و محک زدن خود من بوده در ارتباط با در واقع بازی کردن با ایشون و جنس بازیگری ایشون و امین حیایی هم که ما چندین کار با هم دیگه داشتیم تجربه خوبی بوده و خود آقای فرابخش دیگه عامل بعدی بوده، یعنی آدم دیگه خیالش راحته. ما خیلی خوشحال شدیم که شما تو این پروژه هستی و در وقتی شنیدیم که خانم زارعی قبول کرده تو این پروژه باشه ما نه من همه گروه خوشحال شدن. شما لطف دارین حالا خارج از همین چی، ولی من تا همین الان انقدر تلفن داشتم از همکاران سینمایی که واقعا چی شد که رفتی واقعا کار کردی. ولی من همیشه مستقل عمل کردم، همیشه مستقل تصمیم گرفتم و همیشه احساس میکنم اون کاری رو که انجام دادم در اون لحظه باید انجام میدادم، یعنی فکر نمی کنم که اشتباه. الان احساسم اینه که هر سکانسی رو که میگیریم فکر میکنم داره یه اتفاق خوب توش میفته، هم برای روح من به عنوان بازیگر خوبه، همین که احساس میکنم که دارم توی عرصه دیگه چیزای دیگه رو محک میزنم در خودم و انشالله رو پرده ببینم، نه مخاطب رو اذیت بکنه، نه من رو اذیت بکنه، نه میزان اعتباری که مردم به ما میدن توی کارهای مختلف رو خدای نکرده انتخاب اشتباه ما از بین ببرم. بسیار بسیار شما سپاسگزارم. شما هم موهاتون کمی سفیدتر شده ولی همه چیز هم پیش شده سفیدیمون نشانه تجربه است و اینکه شما خودتون رو دست روزگار دادی، انشالله که دلتون جوان باشه و که هستی که مرسی. تشکرم محبت شما که وقتتون رو به ما دادین. و من یه سوال کلی میکنم دیگه، باقیش شما خودتون باید یه روان برین دیگه. من در مورد قرار گرفتن شما رو تو این پروژه که چگونه چجوری شد قبول کردین این سناریو رو، بعد با آقای علیخانی با آقای فرابخش کار چجوریه و عوامل کارگردان و بازیگرهای دیگه که در کنار شما هستن مثل خانم میلا زارعی، امین حیایی و دیگر دوستان و عوامل پشت صحنه، کلی میخواستم که بیان نظرتون رو بدونم. من 25 سال پیش یه فیلم با فرابخش برگردان تهیه کننده بودم، رحمان رضایی کارگردانش بود، فیلم اجتماعی بود، اون هم حالت انتقادی داشت، فیلم اجتماعی بود بر علیه اینایی که سختگیری میکنند در مورد اماکن، دست فروش ها رو اذیت میکردن، اثر تنگ میکردن بر افراد خردپا که میخواستن با کاسبی کوچیکشون زندگی کوچیکشون رو اداره کنن. اون فیلم از اون بابت دارای ارزش هاییه. این فیلمی که من توش هستم با خمزاری و آقای امین حیایی یه فیلم، این هم فیلم مفرحیه. من سناریوشو که خوندم، فیلم نامش که خوندم، دیدم مایه خوبی داره، مایه خوبی داره، ولی باید روش کار بشه. حدود شاید 3 هفته با نویسنده کارگردان آقای صبحانی که انسان بسیار شریف و خوبی هستن، چندین فیلم مستند بونه یه جشنواره پسند ساخته بودم، فیلماشو دیده بودم و اینها، و اصلا روحیشون ربطی به این فیلمی که داریم بازی میکنیم نداشت، ولی خب تجربه اولشون بود. نشستیم با کارگردان، نویسنده و خدای فرح‌بخش این فیلمنامه رو از نو راجبش صحبت کردیم و اون مایه اصلی توی فیلمنامه که در دیر تو فیلمنامه اتفاق می افتاد نو آوردیم جلو. مثلا اصل قضیه در صفحه 35 تازه حرفش زده می شد، ما آوردیمش 5 و راجع به همین چیزا خیلی حرف زدیم و فیلمنامه قابل قبول شد.
روحیه ی آقای فرابخش بسیار دوستانه است. ورودش با شوخی های اساسی تا دیگر نرم خارج میشه، عادی خارج میشه و همین شوخی ها باعث میشه که فضا مفرح باشه و کار سریعتر پیش بره و اینا. تو فیلم قبلی های فرابخش خصوصی، زندگی خصوصی صحنه‌ای هست آقای فرهاد اصلانی اونجایی که وارد خونه معشوقش میشه، درست دارم میگم؟ بله. چنان اینا خصوصی با هم صحبت میکنن انگار دوربین و فیلم بردار و اینا وجود نداره، فقط خودشون اونجا هستن. برای من خیلی عجیب بود. بعد فرابخش رو بعد 25 سال دوباره دیدم، فیلمی که دارم توش بازی میکنم، دیدم این روحیه خاص و بسیار پرتفریح و شوخی خدای فرابخشه که فضا رو توی درست میکنه که بازیگرها راحت اندونه دوربین، یعنی هیچ گرفت و گیری ندارن قبل از اینکه برن جلوی دوربین. خیال میکنم که دارم در یک فیلم مفرح عام پسند حدوداً کمدی دارای مضمون خانوادگی انتقادی خوبی دارم بازی میکنم. با این حال فیلم باید تدوین بشه، صداگذاری بشه، ببینیم چی در خواهد آمد. و خدای فرابخش اگر فیلم خوب در بیاد در خوب شدنش خیلی نقش داشت، خیلی و حوصله به خرج داد. با اینکه خیلی همه کاراش سریعه، مثلا فیلم 40 روزه رو میخواد 30 روزه تموم کنه و اینها، با اینها در این فیلم خیلی حوصله به خرج داد. چه در موقعی که اون دو سه هفته‌ای که فیلم نامه رو داشتیم درست میکردیم، حضورش، پیشنهاداش و حوصله‌اش، نگاه بازش، چه موقعی خود فیلم برداری، و خیلی علی که